شما خودتون رو جا بدید در برابر این ملاها و روزخانه. تشنجات اجتماعی شروع شد. مردم در وضعیت بسیار خطرناکی به سر می‌برن. هزاران کارگر الان گزارش رو براتون می‌خونن اگه فرصت بشه. دارن بیکار میشن. این گزارش خود رژیمه. اینا خبرگزاری کارگران ایران. کارخانجات یکی پس از دیگری دارن ورشکست میشن. و این باندهای مافیایی خطرناک رژیم فقط برای پر کردن جیب‌هاشون، نه برای کارگران، دلسوزی برای مملکت، فقط برای جیب‌هاشون دارن اون مملکت رو غارت میکنن. واردات شکر، برنج، سیگار، دروازه های باز برای سپاه پاسداران، آقازاده ها، آخونده ها، روزخان ها، همشون یک جنگ، اراذل اوباش سپاه، همه اینا سهم میخوان. به اضافه اینکه تروریست های منطقه هم باید اینا پول بدن بهشون، بنابراین پولی نمیمونه. این تشنجات داره خود رژیم رو مثل خوره میخوره. و مهمتر از همه سیاست خارجی به بنبست رسیده. یک همسایه ایران رو نشون بدید که روابطش با جمهوری اسلامی عادیه، نه حسنه. نشون بدید که اینا در مورد مسئله هسته‌ای و همین مسئله اختلافشون با آژانس به بنبست رسیدن. اینی که هی دارن طولش میدن. نگاه کنید به تحریم‌های خرد کننده‌ای که الان روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. در مورد فروش نفت، در مورد بیمه‌های نفتکش‌ها، در مورد بانک‌های ایران فلج کننده شده و اینا آخوندن. اینا دروغگوان، همیهنان گرامی، دروغ زنن. اینا روز و شب و شب رو روز میخوان قلمداد کنن. مردم دارن در فقر میمیرن. اینا میگن آقا آخ هم نباید بگی. اون مردک احمد خاتمی میگه شما آخ هم نباید بگی، این آخو باید به دل غربی ها و استکبار بذاری. روز روشن برادر رئیس قوه قضاییه و اون طویله مجلس آقای جواد لاریجانی 324 هکتار بهترین زمینای اطراف ورامین رو بالا کشیده و میگه من افتخار میکنم که توی خانواده ما سنت کشاورزی وجود داره و من یک قسمت کوچکی از خاک اسلامی رو دارم آباد میکنم. مردک برو در کبیر لوت اونجا آباد کن، برو کنار طبرس، یزد، سمنان، برو اون کبیرها رو آباد کن، نه جاهای آباد رو. فساد ببینید چه خبره تو خودشون. اون کبیله مجلس هم که فقط با شما برید ببینید در عرض ماهای گذشته ملت دارن کباب میشن. تو این طبیله یک نفر صداش در نمیاد راجب گرامی. همه میندازن گردن این دلقک احمدی نژاد و میگن سیاست های غلط و مدیریت غلط احمدی نژاد باعث اینا شده. نه، اینها اون لولویی که در رأس رژیم نشسته، اون روزخان بزرگ، اونی که مملکت ما رو به فاجعه کشونده، اینا نمیگن. خب در این شرایط اینا اومدن با اون مغزهای گنجشکی خودشون محاسبه کردن. خب ما برای این کار احتیاج به چی داریم؟ به جنگ. جنگی که هم میتونیم در داخل سرکوب کنیم، هم میتونیم در بین توده های عرب و مسلمان جهان بگیم ببینیم ما ملت مظلوم، ما حکومت اسلامی مورد یورش استکبار جهانی، صهیونیستا و نوکرانشون در منطقه مثل قطر رو نمیدونم عربستان اینا میگن قرار گرفت. کار ما به اونجا رسید که این شیخکای مثل قطر و دبی و امارات متحده عربی و اینا شاخشانه میکشن برای ما. رئیس چلگوز پلیس دبی ما رو تهدید میکنه به این که حمله میکنیم به تو. بنابراین برای همچین شرایطی همیهنان گرامی یه جنگ لازمه. مردم رو سرکوب کنن، توده های عرب رو و مسلمان رو بیارن در خط جمهوری اسلامی بگن مورد تجاوز قرار گرفتیم و همه و همه اینها باعث پیروزی جمهوری اسلامی بشه به نظر اینا. چون اینا میدونن نه آمریکا، نه اسرائیل و نه هیچ کشوری در منطقه حاضر نیست نیروی نظامی پیاده کنه تو ایران مثل عراق، مثل افغانستان.
یک سرزمین پهناوری مثل ایران و با اون امکانات نمیتونن اینا این کار بکنن. بعد از اون جنگ‌های عراق و افغانستان که آمریکا تا خرخره توشه، بعد نزدیکی انتخابات آمریکا، بنابراین فقط از راه حواس که میشه ایران رو کوبید. و این مقامات گنجیش مغز جمهوری اسلامی تصورشون اینه که در جنگ آتی خب اینا میخوان چیکار کنن؟ بمباران کنن؟ خب بکنن. این سرزمین پهناور سردار میزنن؟ خب بزنن. نیروهای برق رو میزنن؟ خب بزنن. دیگه از این که بدتر نمیشه. الان بهانه ندارن، هی میگن دشمن، ولی اون موقع میگن آقا این دشمنی که زده داغون کرده، فقر، بیچارگیست، فحشاست، کمبوده، خب در اثر بمبارانه، در اثر یورش استکبار جهانی و صهیونیست‌هاست. اینه که رژیم احتیاج به یه جنگ داره. همینان گرام نگاه کنید تو داخل این دلغه که رئیس دفتر روزخان بزرگ آقای محمدی گلپایگانی، این مرده که 200 کیلویی حرفایی میزنه که فقط از مغز متحجر یه آدمی مثل او و رئیسش و این عرازل اوباش برمیان. شما دیدید دوتا بچه که دعوت میکنن، دعوت میکنن، یکیشون میگه بابای من میتونه 1,000,000,000 پول داشته باشه، اون یکی میگه 1,000,000,000، اون میتونه 100,000,000,000 داشته باشه. لجبازی های احمقانه کودک، دوتا کودک یا دوتا لات که روبرو هم گوا نیستن، شاخشانه میکشن برای هم، نسق میکشن. دیدی؟ یکی میگه بیا جلو جیگر تو در میاره، اون یکی میگه تو جیگر من در میاره. حالا عدوشون هم میترسن. آقای محمدی گلپایگانی گفته ما در روز گوش کنید هم یعنی بیاره بین 19 تا 20 میلیون بشکه نساده رو استخراج میکنه. آخه تو رو به خدا اینا رقم میشناسن؟ عربستان سعودی با این همه ادعاش 9,870,000 بشکه در روز نفت ساده رو. این آقای محمدی گلپایگانی یکی از جهانی های شکنجگر های معروف و حاکم شرع و مقام معظم روزخانه بزرگ، خوب آدمی رو انتخاب کرده برای این سمت، هم کلاش، هم دروغگو و هم جانی. این درست میخوره تو اون هیبتی که ایشون احتیاج داره. بذارین گزارش رو بخونم براتون. آدم خندش میگیره. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت ایران، این گزارش رادیو فرداست، و سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک، تولید نفت ایران بین 3 تا 4 میلیون بشکه در روز است که از اینم 2 میلیون بشکش در داخل یا 1.5 میلیون بشکش در داخل مصرف میشه. رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای میگوید که ایران روزانه 19 تا 20 میلیون بشکه نفت تولید میکنه. محمدی گلپایگانی که به رشت سفر کرده روز چهارشنبه در گردهمایی طلاب و روحانیون و استان گیلان گفته است تا سال 1367 میزان نفت استخراجی از چاهای نفتی کشور روزانه 8 تا 9 میلیون بشکه بود و در حال حاضر روزانه 19 تا 20 میلیون بشکه در کشور نفت استخراج میشه. بر اساس گزارش های خبرگزاری ایسنا و همچنین خبرگزاری دانشجویان، رئیس دفتر آیت الله خامنه‌ای، این البته همین اسلام آباد دانشجویانه، حجم از تولید را نشانه پیشرفت ایران دانسته و گفته است که پس از گذشت 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، جهش علمی، اقتصادی و و و در ایران به نقطه قابل توجهی دست پیدا کرده که مورد حسد جهانیان است. چی باید بگم؟ یه نوکر کاسلیسه مثل این مردک که میگه آقا عروسی دخترش بود، پول نداشت، اومد از من قرض کرد. میخواین این آدم راستگو باشه؟ در حالی که دلقک احمدی نژاد همین چند روز قبل گفت فقط ما 10% بودجمون وابسته به نفت. 10% بقیه رو ما صادرات دیگری داریم. کدوم صادرات؟ کدوم صادرات؟ امروز رئیس طویله مجلس علی لاریجانی گفته که درست تحریم ها تأثیر داشته، ولی عدم مدیریت
مدیریت صحیح در مملکت باعث شده که این تشنجات در قیمت‌ها و گرانی و اینا پیش بیاد. بعد ریختن سر این مرغ فروش‌ها، گوشت فروش‌ها، اینا که نمی‌دونم کاسبا کتک زدن و دستگیر کردن و نمی‌دونم اینا که گران شده. اینا رو چرا گران کرد؟ چرا گران کرد؟ باور می‌کنید اینا بازی‌های خودشونه؟ مردم هم می‌دونن. ببینید چقدر اینا بازی درآوردن. یه موقع سکه میره بالا، یه موقع دلار میره بالا، نمیدونم یورو میاد پایین، طلا میره بالا، دوباره میاد پایین. این بالا پایین شدن ها هزاران این آقازاده ها و مله ها و روزخان ها و سپاهیان اراذل اوباش پاسدار رو میلیارد و میلیاردتر میکنه و این مردم مظلوم میهن ما رو روز به روز کمرشون رو در برابر این فشارها خردتر و خردتر. به کی باید مردم شکایت کنن؟ همیهنانی گرامی، به این کلاشا و دروغگوها؟ خب یکی نیست از این مردک بپرسه 19 تا 20 میلیون بشکه رو شما که تو خونتون نمیبرین که، خب این اینو بفروشید. پس چیه که میگن شما فقط روزی 1 میلیون بشکه نفت میتونی صادر کنید؟ چون بیمه های کشتی ها رو کسی نمیکنه. شما قادر نیستید دفتتون رو به کشورهای مختلف بفروشید. چین رو نمیدونم دو سه تا کشورم در برابر کالاهای بنجل دارن به شما پاک. همین هند بود گفت ما فقط روپیه میدیم، ما پول نداریم دلار بدیم. حالا اینو حقه بازی میکنن، میان میرن طلا میخرن، دلار مثلا نفت میدن طلا میخرن. خب حالا این طلا رو کجا باید بفروشن؟ بعدم به چه دردتون میخوره؟ بعد تکذیب میکنن میگن نه. بعدم همیهنانی گرامی این گرفتاری های داخلی خود اینا، شوخی نگیرید اینا رو. درسته که الان خطر رو حس کردن، عبدالله نوری و محمد خاتمی رفسنجانی افتادن وسط، دوباره قرار اینا شروع کنن و تنور انتخابات آینده رو داغ کنن. ولی ببینید افشاگری ها تو خودشون داره چیکار میکنه. رفسنجانی رو گوشتن کنن، موسوی و کروبی رو گوشتن کنن، آقای خاتمی دو دوزه بازی کرد، رفت انتخابات شد. حالا عبدالله نوری رو کشتن وسط. خب آقای نادران، آقای مطهری، آقای توکلی دوباره تو خود اونا اختلاف افتاد. اونا لو دادن هم دیگر رو. این پیچ هرزه. تا خدا خدا هست، چون اصولی در اونجا برقرار نیست، اینا با هم اختلاف پیدا خواهند کرد. ببینید از ابتدای انقلاب تا با چند بار این رژیم تصفیه کرده، حتی تصفیه های خونی، ولی باز بوده. منتظری بزرگترین قدرت این رژیم بود، کشتنش کنار، آبروش هم بردن، کتک زدن، دوره وریاش گرفتن، اعدام کردن، بعد رفتن سراغ دیگران. از ابتدا ببینید شما اینا چند تا رئیس جمهور و نخست وزیر و اینا داشتن، همه رو حذف کردن. آخرش این دلقک احمدی نژاد حتی اینم زیر بار نرفت. برای اینکه در مملکت که روزخان اون بالا میشینه میشه قدیس و همه مملکت رو فضولی میکنه در کارش، خب معلومه اینطوری خواهد شد. بعد اون مصلحی احمق میاد میگه که اینا استکبار داره چیز میکنه، یه کاری میکنه که زودتر از مردم، به خیال میکنه مردم عقب هن از نظر فکری، میگه بذار یه کاری بکنه که کسی به مقام معظم رهبری بیشتر از این توهین نکنه. میگه هر چی تو مملکت اتفاق میفته میخوام بزنم گردن مقام معظم رهبری و قدیس بودن ایشون رو زیر سوال ببرم، قداست ایشون رو از بین ببرم. کدوم قداست؟ شما دلقکو از ایشون قدیس ساختید؟